ده خرا والله احنا وراه تقريبا 40 دفتر. قلوبه هو كان مختار زبان فارسی ایرانی جای اون بده است. لباس اصیل احمدی که باید نماد برای نشان دادن هویت قومیشان باشد از بین رفته و جای آن را یونیفرم و لباس تقلیدی و ساده شده گرفته است. در حقیقت هزار استیزی در بند جامعه هزاره جا گرفته است که اگر سایر دشمنان هزاره از خارج جامعه هزاره را حمله میکنند، میکنیزم هزار استیزی برای هزار استیزی داخلی هزاره را از بخت نابود میکنند. رهبران و رهبران هزاره باید در طی مدت یک دهه گذشته برای اتحاد و همبستگی هزاره کار میکنند. برتری جویی های مذهبی و ایدئولوژیک را به خاطر همبستگی هزاره کنار میگذاشتند. فضای اعتماد و همکاری را برای هزاره میان هزاره های اسلامشهر اسماعیلی سنی اخباری و سکولت ایجاد میکنند، ولی برعکس آن را نفاق در بین هزاره ها ایجاد میکند. هزاره از هزاره میترسند. مغزهای متفکر از امور هزاره به دور رانده شده و فقط افراد متعصب و بسته استفادجو و مبرز امور هزاره را به دست گرفتند. دشمنان هزاره تلاش دارند تا در میان هزاره ها سلیق مذاهب چارگانه از ساشری اسماعیلی اهل تسنن و اخباری اختلافات مذهبی و قومی و نژادی را تشدید نماید. گرچه هم یک از هزاره های این چهار فرقه مذهبی ضرورت و نیازمندی و وابستگی مذهبی برخلاف ادعای مخالفین و دشمنان دیرینه هزاره ها به رهبران مذهبی مراکز مذهبی قوم ایران، نجف عراق و روحانیون بلندپایه عربستان، مصر و پاکستان و دیگر ممالک اسلامی ندارند، زیرا هر یک از فرق مذهبی هزارها خود دارای رهبران عالی مقام مذهبی با صلاحیت کامل دینی در سطوح بسیار عالی در داخل کشور هست. بدین لحاظ باید هزارها به خاطر اتحاد همبستگی بیشتر موضوع قومی و نژادی را در ایران خود اصل دانسته و تعلقات مذهبی که کم و شخصی است فرا بدانند، تا از این طریق با برجسته نمودن مسئله قومی اتحاد و یکپارچگی هزارها تأمین گردد. چنانچه دشمنان هزاره بارها در هنگام قتل عام مردم هزاره فرق میان پیروان چهار فرقه مذهبی آنها را نکردند و صد هزاره را به خاطر هویت هزارگی آن قتل عام نمودند که در صورت بی‌ثبات شدن افغانستان با آغاز جنگ داخلی آسیب پذیرترین مردم هزاره ها خواهد بود. شهید مزاری با وجود آنکه تشکیلات قوی سیاسی و نظامی و عنوان وسیله مناسب برای دفاع و حقایق در اختیار نداشت، جامعه هزاره را برای حقایق فرا خواند، ولی جنگ به فرمان رهبران اعظم و طریقات بر اقوام رانده شده شد تحمیل و به دنبال بیش از 3 سال نبردهای ویرانگر میان تنظیمهای مجاهدین تا اواخر سال 1374 شمسی ادامه پیدا کرد، ولی مقارن ظهور گروه طالبان در میدان بازی افغانستان که سوی استخبارات ممالک منطقه مدیریت می شدند، شهید مزاری نخستین رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در یک معامله پشت پرده قربانی اهداف غرض‌آلود ممالک مداخله‌گر در افغانستان گردید. در حال کوسن مزاری در دوران زندگی پربار خویش وجدان عاطفی و انسانی حاکمان مستبد و خونخوار را مورد سوال قرار داد و به ظلم و ستم طعنه زد. از حکام مستبد میخواست که میان اقوام کشور برتری و امتیاز قائل نشوند و هویت قومی اقوام گوناگون را در افغانستان به رسمیت بشناسند. او زاهدانه زیست و مظلومانه از سلطان شهادت به سوی حق شتافت تا اینکه قبای سرخ شهادت را به تن نمود و به دیدار معشوق ابدی شتافت. روح شهید مزاری شاد، راهش پر رهرو و آرمانهای جاودان را تشکر از خواهید.